سلام دوستایم، ما در دوران پیش از تاریخ داریم و ما ای کلید دروازه از دستهای گسیف رپتایت گرفتیم. خوشبختانه بعد از گذاشتن جا پا از پیچ و خم جنگلی و ما به ای کوههای جادویی برای رسیدن دروازه می رویم، چون که ما خوشبختانه در حال حاضر ای سنگ سرخ به نام دریمستون داریم گرفتیم و این چیز لازمه برای تعمیر کردن شمشیر افسانه‌ای به نام مسمون، و با این مسمون ما میتونیم زد مگس نبرد بکنیم، پس این بسیار مهم بشه، چون که از برابر اطلاعیمون که مگس لاواس به این دنیا بیاورد و بعد از بیو بردن او در سال 1999 مگس این دنیا به هلاکت میرساند، پس این چیزی که ما میخواهیم پرهیز بکنیم، چون که ویران شدن دنیا یه چیز بسیار بد میشه. شما دیده اید که وضعیت یا صورت دنیا در سال 2300 دیده اید و این یه وضعیت برای انسانان بیچاره میشه، پس یه آینده بسیار تلخ و تیر است. پس ما باید به سال 1000 بر بگردیم و در اینجا ما میتونیم به منزل ملکوایر برویم و در منزل ملکوایر میتوانیم تعمیر کردن این شمشیر کنیم. خب در اینجا بسیار زود صبح است که این قبل از هر یکی از دیگران در خانه من از خواب بیدار شدن، پس بهترین وقت برای تولید کردن این بیبیاها. خب ما باید به این جای بالا و از این میپریم. خب ما در پایان وقت داریم، ما به سال 600 نه آی اشتباه کردم، معذرت میخواهم، این تلف وقت است، چون که من قبل از اون باید به سال 1000 برویم، در روستای مدینه، در روستای میستیک برویم، چون که این سکان ای ملکوایر می شوه. خب برای من این یکی از بهترین قسمت بازی میشه، چون که نبرد با مگس بسیار پر از هیجان است. من فکر کنم که من از این خیلی خیلی دوست دارم این قسمت. و ملکوایر گفت که شما تعداد دریمستون پیدا کردید، پس من مسمون را تعمیر بکنم. چطور مسمون و دریمستون گرفتید؟ نه بگید،
من فکر نمی کنم که قلب من این را تأمل بکند. پس این یه لحظه لازم دارم برای تعمیر این. و علی گفت که من هم کمک بکنم. چرا علی فکر میکنه که میتوانه با این کمک بکنه؟ نمیدونم، چون که ملکوار یه کرشناس در شمشیر است، اما چون که این ربات میشه بهتر میشه، نمیدونم. علی گفت که این تعمیر مثل یه چیز ظاهرش مثل یه چیز بسیار سخت است. ملکوار گفت که تو تعمیر کردن مسمون ما قبل باید ریمستون رو تفسیه بکنیم و بعد از اون ما باید شمشیر به صورت فعال بکنیم، بسازیم، و شما روی ریمستون کار بکنید و من با شمشیر کار بکنم. گفت که میفهمم. خب این هر دوش و این آهنگ خیلی خیلی دوست دارم. یا من وقتی که من تفکر میکنم بسیار عمیق مدیتیشن میکنم، این آهنگ خیلی استفاده کرده ام. ملکوار گفت که خب پایان شد، پس دریمستون به من بیاورید. فهمید؟ میفهمم. هر دویش او گفت که خب پس ما کار بش شروع بشویم. پس این هر دوی روی این این را گفت که معذرت می خواهم که این لحظه گذشت برای کارهایمون. شمشیر یک جا شد. ملکوار گفت که این نگاه خوب ببین، این مسمون است. و مسیح گفت که ای فوق‌العاده است، چه اصلی عالیه. ملکوار گفت که خب این پایان یافت. مسیح گفت که خب جمشید ما این مسمون به رضا بیاورید. با او اگر ما با او حرف بزنیم، ملکوار گفت که این اصلیه یه نماد قدرت بسیار بزرگ است، پس فعالتون میتواند زندگی های نجات بدهد یا ویران بکند. این اصلی ها با دانش عمل عواقت ها استفاده کن. خب پس و من هم میخوام این چیزی که داریم بفروشم. نه خب پس ماهی این خود کلاه سنگی لازم داره. ما میتونیم به سال 600 بر بگردیم در گینه شان. خب پس به سال نه سال 600 برای دیدن با دیدن به دیدن رضا برویم. خب و ما باید امیدوار میکنیم که
که وضعیت افسردگی رضا بهتر بشود بعد از دیدن شمشیر مسموم، چون که من فکر کنم که این مرد، شما میدونی که این مرد یه فکر در مورد ناموس خیلی بزرگ است، و وقتی که ملکه روبودان شده این فرد به عنوان یه ننگ یا به عنوان یه افشوش گرفته، اما من فکر کنم که او یکی از این چیست، اما ما نمیتونیم هیچ کار با او انجام بکنیم. نه، این فرار کرده. من نمیدونم اگر چیزی که ما میتونیم با او انجام بکنیم. این گربوغه با نام رضا و روز گفت که شما برگشتید، مسمون نشان دادید. رضا گفت که این شمشیر مسمون است؟ گفت که من باید در مورد این عوض وضعیت فکر بکنم، در اینجا بمانید برای این شب. خب، این فکر او در مورد گذشته در سلطنت گواردیا و این مرد به نام کروش، به انگلیسی سایرس اما کروش، و ملکه لین گفت که کروش شما از اینجا ترک بکنید میکنید؟ کروش گفت که بله، این وقت مناسب برای مدال از سلطان گورباگه گرفتن است و من میخوام این شمشیر افسانه‌ای با چشم خودم ببینم. پادشاهی گفت که اما کوروش، این سلطنت لازم تو است و لین و من هم لازم داریم، احتیاج داریم، پس تو باید به ما بر بگردید. گفت که اگر زندگی در این استهر داره من بر بگردم. خب، پس ما میدونیم که کوروش یه شوالیه بزرگ این سلطنت میشه و سربازان گفت که کوروش جنب، و یکی از آن گفت که ما شوالیه میز مربع که شما یه سفر امنی داشته باشید میخواهیم، و کوروش گفت که بشنید دوستای من. این امنیت کشور سلطنت معمول تو شده، به تو میدهم. و کوروش گفت که ما بیا برویم، و ملکه هم گفت که گلن تو هم مراقب باشید. گلن گفت که سلامتی بشید ملکه جانب. خب، ایشان نبرد می کنند. بعد از کتا با پادشاه گربوغه ملاقات کردن، رسیدن و
او این پادشاهی گفت که پس شما این مدال شجاعت میخواهید شوالیه عزیز؟ خب پس اگر شما میتوانید بگیر از من. کروش گفت که آماده بشوید. خب ایگور باگه گفت که چطور میتوانید با یه مرد به یا مومولاک بیچاره نبرد بکنید؟ این مدال کثیف است، من از این کار فراموش نبکنم. مراقب باشید گلن. کروش، شمشیره، مسمون. این شخصی کیست؟ و ازی گفت که این بهترین تلاشتون است؟ بدون شمشیر تو هیچی، تو نوچیز هستی. اگ تو روی من پیروز نشدی هنوز. کروش، من مجروح هستم. بعد گلن، فرار کنید در جریان نبرد با ایشان. گلن گفت که اما کروش گفت که اگر تو بمانید ما هر دوی من فوت بشویم، پس برو گلن. مگس گفت که بهتر است که تو در مورد خودش نگرانید. کروش، بیایید گلن، برو. کروش گفت که فرار کن گلن. ملکه خوب نگهدار کنید. کروش، چی شد؟ شما سعی نبکنید؟ ازی گفت که خب شما نمیتوانید حرف بزنید؟ ازی گفت که این چطوره ماگس؟ شما این شکل مناسب تر نبدهید؟ مگس گفت که خب چرا نی؟ همیشه وقت برای خوش گذاشتن داره، وجود داره. گلن یه چیز گرفته، یه جادو گرفته و ما میدونیم که این گلن رضا است. و ازی گفت که تو یه ترسوی ضعیف هستی. پس مگس به شکل گربه عوض کرده. رزا گفت که 10 سال گذاشته. من میتونم این کار رو بکنم، من خیلی آواز شده هم. خب کروش بیچاره، از خواب بیدار بشوید. جمشید، رضا گفت که خب حتی ما شاید رد بشویم، ما به قصر مگس برویم. شما در مورد قدرتش میدانید؟ علی گفت که ما باید این کار را انجام بکنیم تا ما میتونیم آینده ماست را آینده من نجات بدهیم. ما از دست مرد بد نه باخته بشویم.
آخه پس خوب، ما باید یک گروه شامل جمشید و رضا باید تشکیل بکنیم و من فکر کنم که منطقی ترین انتخاب مسیح است، چون که در رشته شفا دادن بهترین انتخاب برای من میشه. یه اسکارف جادویی داریم و از این بهتر از این نوار. خب پس ما به قصر ماریس بیاییم. پس ما باید به غار جادویی در شرق این گره قرار گرفت. پس ما برای رفتن جای قصر ماگس آماده شویم. یه قصر بسیار طولانی میشه و در ویدیو گذشته ما وارد این قصر بشویم، اما من فکر کنم که در ویدیو آینده، ویدیو بعد از این، ما پایان نمی کنیم، چون که بسیار بسیار طولانی میشه. پس برای ویدیو من تماشا کردید، خیلی خیلی تشکر و من امیدوارم که ویدیوهای دیگه من، آینده من هم تماشا بکنید. پس خدا حافظ.